برای ساخت پروژه تجاریمون این بار میخوام از کد شروع بکنم به کار کردن. میبینی که نمای کدیش رو زدم و میخوام این بار از روشی به نام باندری کمک بگیرم تا ببینیم که چه تأثیری تو کارمون داره. میام لایه کار رو روی لایه دیگه ای مثلا لایه 3D تو قرار میدم و هر جا که لازمه باندری بشه رو توی ویوپورت هم قرار میدم و دستور بی او یا همون باندری رو کلیک میکنم. بعد سعی کنید که داخل اون دوتا خط کلیک کنید تا این بتونه به صورت ممتد در بیاد. میبینید وقتی که روش برم کاملا به صورت ممتده، یا اسم دیگهش پولی لاین، اما خطوط دیگه کار همشون لاینه. به همین صورت بقیه جاها رو هم میام باندری میکنم. حالا میبینید این تیکه اضافه شد، دلیلش هم به خاطر این باز بودن پایین کاره. بنابراین حتما باید بیایم این قسمت ها رو اکستند کنیم. بازم بی او اینتر و دوباره قسمت وسط رو کلیک میکنم. اتوکد کلن برای کارهای معماری خیلی سرعت کار رو زیاد میکنه و خیلی کار رو دقیق میکنه. اگر بخواین همین فایل رو توی 3D Max در بیارید خیلی زمان باید بذارید تا هم دقیق باشه هم سرعت داشته باشید. خب الان نگاه بکنیم اینجا فایل بازه، به خاطر همین ایراد میگیره. دیگه نگاه کنیم، این تیکه رو میام هایدش میکنم تا مانع این باندری کردن کار نشه. اینجا رو حتما بعد بیایم ببندیم. بی او اینتر و باندری. دوباره همین کار رو تکرار میکنم. خب به نظرم خوبه. بقیه چیزایی که های کرده بودم رو اند آبجکت ایزولیت یا آن هاید میکنم. یه سیو میگیریم و میبریم توی 3D Max. برای بردن توی 3D Max اولین کاری که بعد انجام بدیم بریم تو قسمت کاستومایز یونیت ستاپ، واحدمون رو حالت متر بذاریم یا هر واحد دیگه‌ای که کار کرده باشیم، مثلا میلیمتر، سانتیمتر، ولی من چون که با متر کار کردم روی متر میذارم و بعد از اون حتما سیستم یونیت ستاپمون رو هم رو حالت متر بذاریم تا بیاد کل سیستم بر اساس این واحد محاسباتش رو انجام بده. این رو اوکی میکنم. بریم از قسمت ایمپورت فایل مورد نظرمون رو وارد کنیم. اوپن. خب توی اینجا حتما ریسکیل بعد کنیم چون که نشناخت متر رو، بنابراین ریسکیل میکنم به صورت متر. این تیکه خیلی مهمه چون که من توی اتوکد از روش باندری استفاده کردم، باید اینجا روی انتیتی بذارم، روی وان آبجکت نباید گذاشته بشه. اگر روی وان آبجکت باشه همه اونها با حالت پیوسته وارد میشه، ولی من میخوام هر کدوم توی لایه مخصوص خودشون باشن. بنابراین روی انتیتی میذارم و دقت کنید که کار ما یه بخشایی توش کرو وجود داره، بنابراین بهتره که مقدار کرو استپ رو بالا ببریم، مثلا در حد همین 50 خیلی خوب و خیلی عالی جواب میده، و مقدار ماکسیمایز سرفیسمون رو هم روی عددهایی مثل 1/100 بذاریم. خب فایل ما وارد شدهش، الان اینجا خیلی خوب دارید میبینید. میتونم این رو گروپش کنم، این به خاطر اینه که بتونم با موو و راست کلیک کردن روی این اسپینرها دقیقا بیارم توی مرکز مختصات کارم. الان نگاه کنید گرید ها به نظر بزرگ میرسه و کار ما کوچیکه. در واقع گرید ما هستش که مشکل داره. برای اینکه گرید ها رو بیاریم ما توی قسمت اسنپ ها میتونیم یه راست کلیک بکنیم، هوم گرید،
اینجا نشون میده که میگه که گرید اسپیسینگ فاصله بین گرید ها هر کدوم 10 متره. بنابراین این فاصله زیاده و من این رو روی 1 متر میذارم. حالا میتونید ببینید که کار ما به درستی وارد شده. گروپ رو آن گروپ میکنم. میتونیم بیایم اینا رو انتخاب کنیم و بعد اکسترودش کنیم. میبینید الان لایه زیر کار داره اکسترود میشه و این اذیت میکنه. بنابراین میتونم راست کلیک کنم، سلکت سیمولار کنم، اونهایی که توی یک لایه هستن، لایه قرمز رنگمون با سلکت سیمولار همشون انتخاب میشن و بعد میتونم راست کلیک کنم، بیایم اینجا فریز کنیم. وقتی که فریز میکنیم میبینید که کاملا به صورت خاکستری رنگ در اومده و خیلی سخت میشه تشخیص داد. میتونیم قبل از اینکه فریز رو انجام بدیم بیایم توی اطلاعات آبجکتمون یا همون آبجکت پراپرتیز بریم قسمت جنرال. ما اینجا یه گزینه ای داریم قبل از فریز کردن به نام شو فروزن این گری. یعنی قبل از اینکه در واقع شما بیایم فریز کنیم باید این رو خاموشش کنید و بعد بیایم فریز کنید. این باعث میشه که با همون رنگ قرمز رنگ باقی بمونه و ما خیلی راحتتر توی ویوپورتمون ببینیم. این بار که اگر بیام یک کلیک کنم مثلا بیام اینو انتخاب کنیم اینجا اکسترود رو انجام بدیم میبینید که فقط اون صفحه‌ای که انتخاب کردم اکسترود شد و به هیچ و جاهای دیگه‌ای که لازم ندارم انتخاب نمیشن. ببینیم که چقدر در این عمق داره. به نظرم به اندازه 20 متر عمق داره. میتونم منفی 20 متر رو بزنم که بره پشت کار و ما لایه های بالای کار رو ببینیم. میام دوباره کلیک میکنم بیام اینجا این سطح بالای کار عمقش قطعا از 20 کمتره و فکر میکنم که منفی 18 اوکی باشه و یه مقدارم بعد بیاد به سمت عقب توی محور زد ها میگم به اندازه منفی 2 متر بره عقب. اگر دقت کنید اینجا رو بخونیم نوشته Editable Spline. ببینید که چقدر در اتوکد قابلیت ویرایش کردن توی 3D Max داره. اما اگر توی اتوکد می اومدیم اون رو به صورت سه‌بعدی در می آوردیم و وارد 3D Max می کردیم به صورت مش وارد می شدش و وقتی به صورت مش وارد بشه فوق‌العاده موقع متریال دادن کار رو سخت می کنه. بنابراین من توصیه می کنم که فقط از خطوط اتوکدیتون استفاده بکنید و بخش 3D رو توی 3D Max انجام بدید. ویوپورت هم حالت شیدد میذارم که این رو راحت‌تر ببینیم. اون جایی که باندی کردم رو خیلی سریع میام اکسترود میکنم. برای این تیکه هم فکر میکنم این عمق اوکی باشه. میتونم از اکسترودی که اینجا دارم استفاده کنم. اکسترود رو کپی میگیرم دقیقا روی این هم اعمال میکنم. ما میتونیم از روش پیست اینستنس هم استفاده بکنیم. من این رو کالفسش میکنم میام اینجا. اگر پیست اینستنس باشه احیانا اگر این رو تغییر بدم دقیقا کنار دستی هم تغییر حالت پیدا میکنه. این ممکنه که بعدن شما رو دچار دردسر بکنه اما مشکل نیستش. ما خیلی راحت میتونیم با یه مکیونی کردن این دوتا رو از هم دیگه جدا کنیم و دیگه با هم دیگه یونیک نباشن و جدا میشن. برای این پشتی هم اکسترودش رو کپی میکنم و روی این پیست میکنیم. زدش هم منفی 2 متر بیاد عقب. دیگه کجای کار رو ما باندری کردیم؟ فکر میکنم اینجا هم یه قسمت زرد رنگ داریم. میتونم اینجا سلکشن فیلتر رو حالت شیپ بذارم که خیلی سریعتر بیاد اینها رو انتخاب بکنه. فقط میاد اون شیپ ها رو دیگه بر من انتخاب میکنه. میبینی خیلی سریعتر پیدا میکنه.
برای اینکه ببینم این چقدر در بعد بیاد به سمت جلو. میتونه این فقط یه صفحه باشه که جهت نماسازی باشه و به سمت داخل حرکت نکرده باشه و بنابراین من این رو به اندازه منفی 0.5 میذارم یا شایدم 1 متر و لبه هم فاصله داره همونطور که میبینید، خیلی کم اما به هر حال فاصله داره، منفی 0.2. اینجا هم همینطور اکسترود منفی 0.2، این منفی 1 متر و اینجا منفی 0.2. میبینی که چقدر سریع پوستای کار درست شد و میمونه بخشای دیگه کار. برای درست کردن شبکه های شیشه‌ای که اینجا داریم برای ادامه کار از لاین کمک میگیرم. دقت کنید که چون شکلمون فریزه این لاینمون با اسنپ روش کار نمیکنه. اسنپ تو فروزن آبجکت رو باید فعال کنیم. حالا میبینید که شروع میکنه به کار کردن. حالا خیلی سریع میتونیم لاینامون رو ترسیم کنیم. اینجا رو حتما باید ببندیم. یه آلتو کیو میگیرم که راحت‌تر ببینم. اینجا فقط یه مقداری محورش جابجا شده و بعد این رو اصلاح کنیم. برای اینکه اصلاحش کنم Enable Access Constraint رو باید فعال کنم. میبینید که چقدر راحت‌تر میشه که وقتی تولباری رو وارد اینجا میکنیم. این تولباری که آوردم از راست کلیک و بخش اسنپ ها وارد شده. میام این رو انتخاب میکنم Enable Access Constraint و محورم رو با چپ کلیک میکشم به سمت ورتکسی که میخوام دقیقا تو راستای اون قرار بگیره. وقتی هم که کار تموم شد حتما بعد خاموش بشه. اسنپ رو خاموش میکنم، اکسترود میکنیم، منفی 0.1 یا حتی کمتر. نگاه کنیم به رفرنسمون، یه شیشه های ناپیوسته ای داریم. بعد این شبکه ها رو روش درست کنیم. برای درست کردن این شبکه ها همین این رو میخوام روش یه ادیت پولی بذارم. البته بهتره که آلت کیو کنیم که راحت تر ببینیم. توجه کنید که این پاره خطا طول هاشون با هم دیگه فرق میکنه. بنابراین موقعی که دارید کانکت انجام میدید اینجوری کج میشه. بنابراین بهتره که اینجا هم یه نقطه ایجاد کنید و این دوتا رو به هم دیگه کانکت کنید. توی ادیت ایج یه چیز داریم به نام اینسرت ورتکس. میتونیم ورتکس مورد نظرمون رو جایی که میخوایم قرار بدیم. وقتی که اینو درست کردیم حالا میتونیم ورتکس هایی که درست کردیم رو با کانکت به هم دیگه وصل کنیم یا حتی اونها رو میخوام توی راستای این ورتکسی که میخوام تو راستاش باشه قرار بدم. بنابراین میتونم اسنپ رو حالت 3 بذارم چون که تو پرسپکتیو دارم کار میکنم و این شکلی بکشم و تو راستای بالایی قرار بدم. این کار باعث میشه که کارمون خیلی دقیق تر در بیاد. دوتا ورتکس رو انتخاب میکنم، کانکت میکنم. حالا میام توی ادیت ایج. دقت کنید که این بار اگر بیام کانکت کنم کاملا خطمون صاف در میاد چون که طول پار خطهای بالایی و پایینی کاملا یکسانه. این نکات خیلی مهمه موقع کار کردن چون که کار رو راحت تر میکنه. خب به نظرم یه مقداری بعد بیشتر باشه تعدادشون و دوباره توی این راستا هم میتونیم بیایم رینگ کنیم. البته اینجا رو نیاز نداریم بنابراین خط اضافه تولید نمی کنم. با
کانکت تعداد رو براش تعریف میکنیم. خوبه. حالا این تعدادی که درست کردیم رو رینگ و جاهایی که نیاز نداریم رو از حالت انتخاب خارج میکنم. میتونم تو نمای فرانت بذارم با یه رکتنگل و نگه داشتن کلید Alt توی صفحه کلید صفحات مورد نظرم رو از حالت انتخاب خارج کنم. این برای اینه که کارمون خیلی دقیق در بیاد. اگر اونچنان برامون مهم نبود خیلی راحت میتونستم با دو تا خط اینها رو درست کنم. میام توی سرورگ Edit Edge یه چیزه به نام Create Shape. فقط یه اطلاعاتی که خیلی مهمه و بعد بدونی اینه که یه تفاوتی بین Edit Poly و Convert to Editable Poly اینه که اسمهاشون با هم دیگه تغییر حالت پیدا میکنه. مثلا توی Edit Poly مینویسه Create Shape ولی مثلا توی convert به editable poly می نویسه create shape from section. فقط شما کافیه که جاش رو بدونید، بقیهش کاملا شبیه هم دیگه است. create shape رو می زنم، توی اطلاعاتش میگه اسم مورد نظر رو وارد کن، من میگم یک و میگه که به چه صورتی من میخوام این رو خارج کنم، به صورت smooth باشن یا linear باشن. قطعا من میخوام به صورت linear خارج بشن. حالا اگر یک کلیک کنیم name and color میگه که یک و خیلی سریع میام توی بخش رندرینگ و رندرینگ اینها رو فعال میکنم. میتونه این رندرینگ به صورت دایره باشه یا به صورت رکتنگل باشه. این مقاطع کاملا دست خودتونه. این که درست شد نگاه میکنیم یه صفحاتی هم اینجا داریم که این صفحات رو من میخوام ازشون استفاده کنم. بنابراین آنفریز آل میکنم. این صفحاتی هم که میخوام ازشون استفاده کنم. چون اینها به صورت بسته هستن دیگه نیازی نیستش که با رکتنگل دورشون بکشیم. میتونیم اینا رو دونه دونه انتخاب کنیم. و بعد اکسترود کنیم. مقدار اکسترود رو میذارم 300. و بعد بیاد بالاتر مقدارش رو 1/10 میکنم تا دیگه نیازی نباشه که بیاریم بالاتر. هم میتونستیم از این روش استفاده کنیم، هم بیایم یه دونه کلن رکتنگل بکشیم یا همون باکس. اسنپم رو روشن میکنم، باکس رو به این صورت درست میکنم. یار تو کیو میگیرم که شما هم راحت تر ببینید تغییراتی که میدم رو. کانورت میکنم به ادیتیبل پولی. توی ادیتیبل پولی اجهای جدید رو اضافه میکنم. دوباره توی این راسته یه رینگ دیگه یه دونه اج اینجا هم اضافه میکنم و اینها رو با رینگ کردم این سمت و این سمت رینگ. اینجا ها رو نیاز نداریم و بعد هم اینها. یه بررسی کنیم پشت کار لازم نیست که انتخاب بشه. حالا که انتخاب شده برای پشت کار همین خطوط
وسط رو اضافه میکنم. خب تمام خطوطمون انتخابن. راست کلیک میکنیم. یه ابزاری داریم به نام چمفر. راست کلیک میکنیم که به کمترین مقدار این اسپینر برسه. این اسپینر ها با یه راست کلیک کردن به کمترین مقدار این فیل تبدیل میشن. حالا ممکنه این کمترین مقدار 1 باشه، نیم باشه، 0 باشه. این رو بعد دیگه دقت کنید. فاصله رو تعیین میکنم که اینها بعد چه مقدار درز بینشون داشته باشن. تا زمانی که این فعاله میتونم بیام اینجا اوپن چمفر رو انجام بدم. میبینید که فاصله ما بین اونها باز شده. این رو اوکی میکنم. حالا ما اینجا بوردرهایی داریم که میتونیم اینها رو کپ کنیم و ببندیم. میاد به این صورت اینها رو میبنده. حالا من این رو دیلیت میکنم. فقط جهت توضیح این رو براتون ترسیم کردم. میام اینجا اینها هم رکتنگلایی هستن که بعد اکسترود بشن به همون ضخامت قبلی. یه رکتنگل دیگه هم اینجا داریم که این هم به اندازه 1 متر یا بگیم منفی 1 متر که بره پشت کار. به رفرنس هم نگاه کنیم که درست کار رو انجام بدیم. اسنپ رو خاموش میکنم. اینها رو هم اضافه میکنم به انتخاب. اینجا رو اگر به رفرنس نگاه بکنید عقب تره. و بعد بیام توی محور زدها بیارمشون عقب. میبینید که محور زدها خاموشه. به خاطر اینه که من چند تا شکل رو انتخاب کردم. توی اینجور موارد بهتره که بیاین از حالت ابسولوت مود استفاده کنید. این رو حالت آفستش قرار میدم. ابسولوت رو تبدیل میکنم یعنی به حالت آفست و زدش رو میگم به اندازه منفیه به اندازه منفیه 1.5 متر بره عقب. چون یه مقداری جلوتر بود گفتم منفی 1.5 متر. دوباره تو نمای تاپ میذاریم. میبینید چقدر سریع کار پیش میره چون که ما یه رفرنس زیر دستمون قرار دادیم. اگر این رفرنس نبود به سختی کار پیش میرفت. اینجا رو هم اکسترود میکنم. به اندازه منفیه چون که این اوم 20ه این رو منفیه 15 میذارم. و نگاه میکنیم که آیا همباد اینها هستش یا نه. که بله همباد هست. اینجا رو هم یه صفحه بتونی داریم. این صفحه بتونی رو دیگه من توی اتوکد بازی نکرده بودم چون که هی این شکلی اومده برش خورده. توی این جور مواقع باندی کردن کار سختی میشه. منفی 1 متر. اینجا هم شیشه هایی داریم. این سطح شیشه هست. یک سرود خیلی ریز میکنم به اندازه منفی 100. قفلش میکنیم. روی اسنپ 3 میذارم و به این صورت میکشم میندازم. دقیقا جایی که باید باشه. این رو هم به همین صورت بعد زدش رو درست کنیم. فاصله داره.
میگم توی محور زد ها به اندازه منفی 1 متر. بازم بعد بره عقبتر، منفی 1 متر و به اندازه 1/10 بیاد جلوتر. اما برای درست کردن این خط هایی که شیشه رو اومده شکسته شکسته کرده و تقسیم بندی کرده، کافیه که این خط ها رو انتخاب کنم. همه رو انتخاب میکنم یا نه، یکی رو انتخاب کنیم، فیلتر رو حالت شیپ بذاریم و بعد بیایم اینها رو به هم دیگه اتچ کنیم. یالت کیو میگیرم ببینم کار درسته یا نه. همیشه این روش رو استفاده کنید تا اشتباهی تو کارتون وجود نداشته باشه. این رو هم رکتانگولار میذارم و میبریمش، میچسبونیم به سطح کار. به نظرم بعد یک مقداری اینها، یعنی این شیشه و این، برن پایین تا ما اینجا یه عمقی داشته باشیم که وقتی هم که بارون میاد مستقیما روی سطح شیشه نریزه. چون من رو حالت رندرینگ قرار دادم، این داره به صورت توپر نشون داده میشه. مهم نیست، کافیه که شما رندرینگ ها رو غیر فعال کنید و ضخامت کار رو بهش بدید. منفی 1/10 کافیه و زدش رو هم میگم به اندازه منفی 2/10، منفی 3/10 بره داخل کار قرار بگیره. این هم از این. برای سطوح شیشه‌ای این قسمت هم تو نمای تاپ این هم کامل کنیم و سطوح شیشه ایشو با هم دیگه درست کنیم. اسنپ حتما روی تو باشه تا راحت تر کار رو در بیاریم. اگر اسنپ روی تو نباشه یا مثلا 2.5 باشه یا 3 باشه، ممکنه یکی از این نقاطش بیاد از این استفاده بکنه و کار رو سخت کنه و زمان رو از بین ببره. مقدار عمقی که داره به اندازه عمق منفی 20 این سطحیه که اینجا داریم، این پوستهیه که اینجا داریم. دوباره تو نمای تاپ میذارم. میتونم یه رکتنگل بکشم برای سطح شیشه خور کار، کانورتش میکنم به دیتیبل اسپلاین، 1 رو میزنم و ورتکس رو قفل میکنم و جابجاش میکنم میذارم اینجا. دقت کنید ببینید که اینها به صورت هندل دار هستن، چون یه تمام ورتکس های این رکتنگل از نوع بزیر کورنر هستن. حالا قفل خارج کردم و کنترل A میکنم کورنر. حالا که کورنر شد دیگه راحت تر میشه باهاش کار کرد. یه ضخامت شیشه بسیار کم میدم. بهتره که موقعی که شیشه درست میکنید این شیشه ها ضخامت داشته باشن تا کارتون دقیق در بیاد. دوباره روی حالت شیپ میذارم و ما بقیه خطوط رو اتچ میکنم. و کافیه که بخش رندرینگش رو فعال کنیم. خب این هم از این قسمت. یه نگاه کنیم
بازم سطح شیشه خور داریم. این سطح های شیشه خور رو خیلی سریع میتونیم در بیاریم. اینجا یه مقداری سخت تره. میتونستم این رو باندی کنم که سریعتر کار در بیاد. فعلا این رو در میارم تا بعدن اون رو هم کامل کنیم. منفی یک زدم. اسنپ خاموش و جابجا میکنیم سطح شیشه کار رو. دوباره تو نمای تاپ میذارم. از خطوط اتوکد کار میخوام استفاده کنم. همه رو انتخاب میکنم. دالتو کیو میگیریم. نحوه کار کردن با این روش رو هم ببینیم به چه صورتیه. وقتی که Alt Q گرفتیم میتونیم بیایم Attach Multi رو بزنیم. این باعث میشه که فقط اون چیزایی که توی صفحه، یعنی این چیزی که الان ما داریم میبینیم رو فقط بهمون نمایش بده و من مطمئنم اگر Attach Multi رو بزنم چیز دیگه غیر از اینها Attach نمیشه به این خطوطمون. بنابراین همه رو کنترل A میکنم و اتچ میکنم. میبینید که فقط اینها اتچ شدن. بعد میایم اون نقاطی که لازمه تریم بشه رو تریم میکنیم. خب این نقاطش به همدیگه وصل نیستن. همونطور که میبینید هر کدومشون رنگهای متفاوتی دارن. کافیه یه کنترل A بگیریم و بیایم با مقدار یک دهم اینها رو ولو کنیم. بعضی موقع ها خب یک دهم مقدار آستانه کمیه و بعد یه مقداری بالاتر ببرید، اما دیگه انقدر بالاتر نبرید که اینها رو کاملا مچاله کنه. یک بار اکسترود میکنم. مقدار اکسترود رو هم منفی یک زدم و میاریمش روی سطح کار قرار میدیم. کاملا درست انجام شدش. از یه رکتنگل کمک میگیرم. اسنپ روی تو باشه. این سطح کار. کانورتش میکنم به ادیتیبل اسپلاین تا بتونم از اوتلاین کمک بگیرم. مقدار اوتلاین رو روی یک دهم میذارم. و یه مقداری این رو اکسترود میکنیم به اندازه منفی 10 متر و زدش رو هم به اندازه منفی 1 متر میبرم عقبتر. یالتو کیو کنیم. نمای تاب. از اسپلاین داخلی کمک میگیرم. کپی دیتچ به نام کیو. اوکی. حالا ما اینجا یه خطی داریم. میام این رو به اندازه منفی 1/100 بهش ضخامت میدم که این شیشه رو درست کنه. رنگش رو هم به رنگ شیشه در میارم. همونطور که میبینید اینجا به صورت شبکه شبکه هستش. کانورت میکنم به ادیتیبل پولی. کانکت. همین خطوط رو میتونم create shape from section کنم و به نام E linear خارج کنم. دوباره توی اطلاعات صفحه ring connect تعداد connect رو روی دوتا میذارم. این دوتا خط رو هم create shape میکنیم. اوکی. الان ما اینجا دو سری خط داریم. باید بیایم اتچ کنیم به هم دیگه تا راحت‌تر بتونیم اینها رو بهش ضخامت بدیم. این هم از این. یه لاین هم اینجا میکشیم تا این یه پایه داشته باشه.
و به این صورت ادامه هم میدم. این پایه باید ضخامت داشته باشه. نمایی تاب قرار میدیم تا ضخامتش رو دقیق تر در بیاریم. اسنپ رو خاموش میکنم تا راحت تر بتونم کار کنم. خب بسیار عالی. این رو هم کانورت میکنم به دیتیبل پولی تا تبدیل به حجم بشه و بتونم لبه های کار رو بگیرم. اگر تبدیل به حجم نکنیم نمیتونیم این گوشه کار رو بگیریم. این رو هم سطح زیرش رو به این صورت ادامه میدم. تا اینجا سیوش کنیم. به نام PMC27 و 7 با ورژن 2012.